مثل این زن در هند بانوان زیاد جبر کشیدند. دهان و دستان زنی تنها و مادر دو فرزند را سال گذشته در زادگاهش راجستان بستند و تجاوز کردند. میگوید برادری شوهرش بود، اما وقتی به پلیس رفت خواستند به کسی نگوید. وقتی دوره پلیس روم میرانند و میگویند که دروغ میگویی، هیچ چیز نشده است. به خانه میایم و میگیریم. 5 سال پیش تجاوز بی‌رحمانه دختری در دهلی تظاهرات عظیمی را برانگیخت و حرکتی را بر ضد تجاوزهای جنسی آغاز بخشید. اما فعالان میگویند بی‌عملی پلیس و حتی زورگویی آنها یک مانع است. در هند تجاوز شدگان عمدتا از ترس داغدار شدن نام جنایت را پنهان می‌دارند، هرچند در این اواخر مراجعت‌ها به پلیس زیادتر شده است، به حدی که دست پلیس به بررسیشان نمی‌رسد. در دهلی که یکی از خطرناکترین شهرها برای زن به حساب می‌رود، پلیس برای بانوان خط تلفنی مخصوص مراجعت و درس‌های خودمحافظتی تشکیل کرده است. ما فناوری‌ها را نیز خوب استفاده می‌بریم. برای تغییر رفتار کوشش می‌کنیم که زن‌ها جنایت‌ها را گزارش بدهند. استراتژی ما برای کاهش جنایت‌ها به ضد زنان همین است، تا تضمین دهیم که بانوان خود را در دهلی امن احساس کنند. با وجود این همه، جنایت های وحشیانه به مثل تجاوز دختر 8 ماه در دهلی زیاد است. این حادثه ماهی ینور بود. پلیس و مقامات بیشتر در غم گاو و دین هستند، نه در غم انسان ها. در فکر زنان و دختران کشور نیستند. تجاوزگر این زن در راجستان عین زمان در زندان است. اگر یک عمر هم بماند، درد این زن را کم نمی کند. زندگی ام را نابود کرد. زندگی سگ و گربه از زندگی من بهتر است. سری وقت غذایشان را می خورند. من غرق غم و اندوه هم. غم اشتهایم را برده است. فقط می گریم و می گریم. گریه هایی که در هند هنوز هم زیاد شنیده می شوند.